سلام دوستان گلم، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. 234 سابسکرایبر یا 5 نمیدونم، ولی واقعا دمتون گرم، عشقید، خیلی ممنون که حمایت میکنید. و اینکه دیدم که خوشتون اومده از مقایسه های پلی استیشن و ایکس باکس و ویوی خیلی خوبی میخورن اینجور ویدیوها، منم میخوام در این مورد و تو این زمینه بیشتر ویدیو آپلود کنم. توی این ویدیو امروز میخوام رابط کاربری این دوتا کنسول رو با هم مقایسه کنیم. دوستان یه چیزی رو بدون تعصب میگم، اگه تعصب داشتم اینو نمیگفتم، رابط کاربری پلیستیشن خیلی خیلی قشنگه، خیلی خوشگلتر از رابط کاربری ایکس باکس، یعنی واقعا هم از نظر زیبایی هم از نظر دسترسی یه کمی آسونتر و راحتتر، یعنی به صورت بچگونه تر نوشته شده که همه سنین بتونن ازش استفاده کنن بدون مشکل. مثلا تنظیمات یه جاییه که راحت میشه دید، مثلا اینجاست، خب بالا صفحه اینجا، یا مثلا بازی‌ها جلو چشمتن، چه میدونم گیم لایبرری، چه میدونم، مثلا همه چی تقریبا جلو چشمته یه جوریه. مثلا استور رو وقتی میزنی اولین چیز استوره، اولین اپ، نیای پایین مثلا قشنگ میتونی اگه بخوای لیست رو نگاه کنی PS5، بازی های PS5. بذارید من اینو یه جوری فوکوس کنم که شما بتونید ببینید. اینجا نوشته PS5، نمیدونم حالا چرا اینقدر نور این زیاده، بذار کمش کنم. خب اینجا نوشته بازی PS5، کنارش هم نوشته بازی PS4. مثلا اینا هم رایگانن، بازی PS Now، همه چی مثلا قشنگ نوشته شده اینجا، خیلی راحت تره دیگه استفادهش. اینجا وقتی دکمه هوم دسته رو بزنیم، دکمه PS تو پلیستشن میگن دکمه PS، دکمه PS رو وقتی بزنی یه لیست اینجوری برات باز میشه، این هومه، وقتی اینو بزنی بازم برمیگردی به صفحه هوم. پس دوباره اینو میزنیم. دومی سویچه، نمیدونم این منظورش دقیقا چیه، کویک ریزیوم نیست مطمئنه، ولی خب میتونی تو بازی ها سویچ کنی، مثلا 3-4 تا بازی رو پشت سر هم شما پلی کردی میری اون یکی، مثلا قشنگ اینجا میتونی به جای اینکه اینجا زیاد به چرخی بازم بازی رو پیدا کنی، قشنگ سویچ رو میزنی و میری تو بازی قبلی. چیز زیاد عجیب غریبی نیست. نوتیفیکیشن هم، پیام ها و اینوایت هایی که دوستان دادن برای بازی توی نوتیفیکیشن ذخیره میشه، اینم که لیست دوستاست. ببینید لیست دوستا، پارتی هایی که قبلا درست کردی یا الان میخوای درست کنی یا فعالن. خلاصه الان مثلا پارتی فرندز 2 که مال بچه های ایپکسه اینجا مثلا فعاله، نگاه کنی نوشته یه چیز سبز، یه نقطه سبز، ببخشید آبی رنگ گذاشته اینجا که شما ببینید که این پارتی فعاله. خب الان این فعاله، وقتی بزنمش وایس چت رو که بزنم جوین اون پارتی میشم و پارتیش بازه. اگه پارتیش بسته باشه وقتی اینو بزنی یه درخواست میره براشون، میگه آیا من میخوام وارد بشم، آیا اجازه هست یا نه. خب اونا باید اجازه بدن. این در صورتیه که پارتی باز نباشه، اینا الان بازن، میتونی راحت جوین بشی، هر کی دلش خواست میتونه جوین این پارتی بشه و اگه ممبر این گروه باشه ها میتونه. بعدش هم اینجا فرندز، لیست دوستا، اینا لیست دوستا هستن که دوستای خودت، ویو آل فرندز، اگه میخوای کل دوستاتو مثلا اونایی که آفلاینن و حتی اونایی که آنلاینن رو ببینی، خب آل فرند رو میزنی. فرند ریکوست هم که ریکوست دوستانه که بهشون یا ریکوست دادی یا ریکوست رو اومده میتونی قبول کنی، بازم اینو میزنیم. این لیست دوستا بود. اینم میوزیکه که من نتونستم فعلا ازش استفاده کنم، راحت اسپاتیفای، ببینید اینو میزنی باز میشه و اول البته باید اسپاتیفای رو دانلود کنی، بعد میتونی میوزیک رو گوش بدی، بعد اون دانلود میری دانلود اور کپیز میزنید. مثلا من اینو تو لیست دانلودم دارم، قشنگ میزنی ریزیوم میزنی و دانلود شروع میشه. من پاس میکنم البته. خب بعد این ساوند، این صداست دیگه، صدای اسپیکر کنترلر، این اسپیکری که اینجاست، اسپیکر وسط کنترلر، این صدای اینو میتونی کم و زیاد بکنی و حتی صداش هم از تو کنترلر میاد تا بفهمی، نگاه کن، این از تو کنترلر این صدا میاد.
خب میگه که میخوای صدا رو از HDMI بره بیرون، یا اینو وقتی مثلا 3-4 تا هدفون بزنی اینو قشنگ میتونی آوتپوت رو اینجا تنظیم کنی که آیا این صدا از تلویزیون بره بیرون یا از هدفون. اون قشنگ میتونی اینو تنظیم کنی. وایس چت هم که اینو میتونی تنظیم کنی که آیا صدای پارتی بیشتر باشه یا صدای گیم. این زمانیه که شما توی پارتی چت باشید، مثلا صدای بچه‌ها خیلی زیاده، من میخوام صدا پای انمی رو بگیرم توی بازی، خب اینو میکشونم به سمت راست به قسمت بازی، متمایل میشه و صدای بازی بیشتر از وایس چت میشه. دیسیبل گیم چت، این اگه اینو دیسیبل کنی کلا توی بازی صدات نمیاد اصلا، هر چقدر هم که حرف بزنی اصلا نمیشنون تو رو، نه شما اونو میشنوی. پس این کلن صدای توی بازی رو قطع میکنه، مال چت رو کلن قطع میکنه. میوزیک، خب اینم صدای میوزیک رو کم و زیاد میکنی. ویدیو، اگه ویدیو گذاشتی قشنگ صداش رو کم و زیاد میکنی. این بخش صدا، اینم بخش مایکروفونه که میتونی اینجا قشنگ میوت رو بزنی، یا اصلا نیاز نیست بیای اینجا، میتونی این دکمه سفید رنگ توی پلی استیشن رو بزنی و همون کار میوت رو انجام میده. وقتی نارنجی باشه یعنی میوته، وقتی سفید باشه یعنی آن میوته. نگاه کنید من اینو میزنم خودش میوت میشه، ببینید. آها، و اینجا اجاست مایک رو میتونی تنظیم کنی. اینجا الان از میکروفون دسته استفاده میکنه، چون اینجا یه میکروفون داره و از این استفاده میکنه. نگاه کنید الان من حرف میزنم تحریک میشه، این همون میکروفون دست است. میتونم لولش رو کم و زیادم بکنم، این خودش خیلی حساس مال دسته، ولی خب اینو مثلا روی نصف قرار بدی بد نیست. همیشه حواستون باشه اونایی که پلی استیشن 5 دارن، صداتون همیشه میره به بازی. همیشه حواستون باشه اینو میوت کنید که صدای محیط از این دسته نره. این خیلی مسخره است به نظرم. من خیلی شده، تازه PS5 گرفته بودم، توی بازی نمیدونم حرف میزدم با خانواده و اینا، گفتن تو بازی بهم گفتن که آقا میکروفونو ببند، کر شدیم. اینقدرم این حساسیتش زیاده، انگار از تو تونل حرف میزنی، خیلی صداش زیاد میشه. پس اینو میوت کنید، همیشه هیچ وقت باز نباشه، همیشه سعی کنید این نارنجی باشه اگه که نمیخواید حرف بزنید. اگرم میخواید حرف بزنید، بازم من توصیه میکنم از میکروفون دسته استفاده نکنی، چون خیلی صداش عجیبه، انگار از تو تونل حرف میزنی. پس همیشه از هدفون استفاده کنید. الان شما وقتی یه هدفون بزنید به دسته و خودش میکروفون داشته باشه، میکروفون دسته رو قطع میکنه و از میکروفون هدفون استفاده میکنه. ولی اگه هدفونت میکروفون نداشته باشه، صدای بازی از هدفون میاد به گوش شما، ولی صدای شما از دسته میره. پس این خودش هوشمنده و میتونه بفهمه آیا هدفونت میکروفون داره یا نه. اگه که داره میکروفون دسته رو قطع میکنه، میکروفون هدفون روشن میشه. اگه نداره میکروفون خود دسته رو روشن میکنه و شما راحت میتونید بازیتون رو ادامه بدید. پس اگرم میخواید از میکروفون خود دسته استفاده کنید، این اجاست لول رو جوری تنظیم کنید. خب من پیشنهادم اینه که روی اول باشه، همون خط اول، اصلا 0-0. نگاه کنید بازم خیلی حساسه. این به نظرم وقتی شما حرف بزنی این علامت سبز بیاد این جاها، این به نظرم خوبه و گوش رو اذیت نمی کنه. الان بازم این روی پایین ترین حدشه، ولی بازم از اون قسمت، نگاه کنید من الان معمولی حرف میزنم، بازم از این قسمت یه کمی میره بالا. اگه اینجوری حرف بزنید خوبه، ولی بیشتر از این گوش بقیه رو اذیت میکنه. پس من توصیه‌ام اینه که کلن از میکروفون دسته استفاده نکنید. من اینجا میوتش میکنم دوباره. این مایک، اینم خب دسته است، میخوای دسته رو قطع کنی میای رو این کلیک میکنی و ترن آف میزنی. اگرم نمیخوای اینو خاموش کنی، میای تنظیمات دسته، قشنگ اینجا میگه ویبریشن، ویبرات چجوری باشه، آیا قوی باشه، مدیوم باشه، ضعیف باشه، اصلا آف باشه، من آفش میکنم. تریگر افکت، این مال ادپتیو تریگره، اینو اگه فشار بدی مثلا بهت حس ماشه بودن رو مثلا منتقل کنه، اینو میتونی خاموش کنی، مثلا این سفت میشه، شل میشه. ادپتیو تریگر همونه، تریگر افکت همون ادپتیو تریگره، اینو قوی باشه، ضعیف باشه یا اصلا آف، من بازم آفش میکنم. اینم مال نور دسته است که من اینو خیلی کم کردم، میتونی زیادش بکنی، میتونی بازم
کمش بکنی. این میگه میخوای چجوری استفاده کنی از دسته. وقتی کابل بزنی میتونی یوز کیبل بزنی که یه کمی داده ها سریع تر میرن، ولی به نظرم فرقی نمیکنه. مثلا واسه بازی های شوتر یا مثلا مورتال کمبت که خیلی خیلی سرعت زیاد میخواد، به نظرم این خوبه. کنترلر سپیکر اینا، آها این همونه دیگه. بازم از اینجا هم میتونی بعضی چیزها رو تنظیم بکنی مال دسته، و اینجا هم که میتونی پروفایل خودتو نگاه کنی، این بیزی بزنی یا اپیر آفلاین باشه. خب من اینجا آنلاینه، میخوام دوستان منو ببینن. اینجا هم که میتونی کنسول رو خاموش کنی. تنظیماتش هم که خیلی واضحه، میای تو تنظیمات نتورک، همه چی هست دیگه اینجا. ساوند، سکرین ان ویدیو، اکسسوریز ان سیو دیتا، نوتیفیکیشن، کپچر. این مال ضبط گیم پلی هست. الان در مورد ضبط گیم پلی میخوام یه چیزی عرض کنم. ضبط گیم پلی پلی استیشن به نظرم یه کمی بالاتر از ضبط گیم پلی ایکس باکس از چند نظر. یکی اینکه میتونی صدای خودتو ضبط کنی، اگه پارتی هم نساخته باشی میتونی بازم صدای گیم چت خودتو ضبط کنی. چجوری؟ میتونی بیای اینجا مثلا کپچرز، ویدیو کلیپس فرمت، حتی میتونی فرمتشو عوض کنی. میگی صدای من تو ویدیو باشه، خب اینو آن میکنی. میگی اصلا صدای وایس چت، هم صدای وایس چت هم که تو بازی حرف میزنم باشه، اینم میتونی بازم آن کنی. فرق این دوتا رو زیاد نیستن، ولی خب اینجا نمیخوام ویدیو طولانی بشه، زیاد توضیح نمیدم. ولی اینو بدونید که وقتی اینا رو آن کنید، صدای شما توی کلیپ ها ضبط میشه، نه صدای دشمن، نه ببخشید، نه صدای تیم میتات که حرف میزنه تو وایس چت. وقتی بخوای صدای پارتی ضبط بشه، صدای پارتی، بازم گفتم این تیکا رو که بزنید پارتی درست کنید، صدای شما ضبط میشه. ولی اگه بخوای صدای دوستاتم توی پارتی ضبط بشه، باید دوستانتون برن تو بخش پارتی ستینگ، مثلا اینجا پارتی ستینگ رو بزنی. خب اینجا که نمیتونم دقیقا بهتون بگم چه جوری، بذاری ببینم میتونم. تو پارتی ستینگ، حالا اینجا باید حتما جوینه یه پارتی باشی تا بری تو پارتی ستینگ. آها اینجاست فکر کنم، نه نیست. خلاصه میری تو من الکی اینجا جوینه این میشم، الکی جوینه این وایس چت میشم تا بهتون نشون بدم. خب میرم تو وایس چت، اینجا تو ستینگ میگی که صدای من آیا ضبط بشه تو کلیپ بقیه، باید حتما allow بزنید. وقتی allow بزنی صدای شما توی کلیپ بقیه ضبط میشه. پس اگه میخواید صدای دوستانتون توی کلیپ ها ضبط بشه، حتما باید دوستانتون اینو زده باشن، وگرنه صداشون اصلا ضبط نمیشه. پس باید به همشون بگی که آیا میخواید صداتون تو کلیپ ضبط بشه. اگه میخواید ضبط بشه، این کارهایی که میگم رو انجام بدید، باید برن حتما allow بکنن. خب این از سیستم عامل پلی استیشن. حالا بریم سراغ سیستم عامل ایکس باکس. دوستان تو ایکس باکس محیط خیلی ساده است و زیبا نیست. یعنی زیباست، به نظرم زیباست، ولی خب خیلی ها میگن زیبا نیست. به نظرم حق میدم بهشون، چون که سیستمش خیلی معمولی و انگار یه ویندوز خیلی پیش پا افتاده است. خیلی ساده و اصلا یه چیز زیاد جذابی هم نیست به نظرم. مثلا تنظیمات اینجاست، وقتی شما چند تا بازی رو اجرا بکنید تنظیمات اصلا گم میشه. چجوری پیداش کنیم؟ دکمه هم دسته رو میزنیم و میری قسمت اکانت ها نوشته سیتینگ، باید اینجا مثلا تنظیمات رو پیدا بکنید. و مثلا ممکنه واسه خیلی ها این جالب نباشه که چرا من نمیتونم تنظیمات رو پیدا کنم. خیلی ها مثلا نمیتونن واقعا تنظیمات رو پیدا کنن، بهشونم حق میدم. بذاریم اینو. خب یا مثلا اینجا مای گیمز اند اپس رو میزنی، گیم هات اینجا معلومه، مثلا برنامه هات اینجا معلومه، گروه هایی که مثلا تو شرکت کردی. البته من توی هیچ گروهی شرکت نکردم. ایکس باکس گروه داره، مثل میتونیم بگیم مثل کلاب، که پلی استیشن کلاب رو نداره، ولی خب میتونی بازم چت، پارتی چت بزنی. اونجا تو پلی استیشن پارتی چت هست، اینجا هم گروه هست. البته اینجا هم پارتی چت داره ها، با گروه فرق میکنه، ولی خب گروه نمیدونم دقیقا چیه، ولی خب هست دیگه.
اینجا منیج مثلا میتونی دانلوداتو اینجا متوقف بکنی، ریزیوم بکنی، آپدیت هات اینجا بهت نشون میده که چه بازی های آپدیت میخواد. باید این بچرخه، یه چند دقیقه باید صبر کنی تا این بچرخه. و اینم حافظه هایی که وصل کردی به کنسول، اینم که آیا برنامه هام آپدیت بشن یا نه، من تیکشو برداشتم. این بخش اکانت، تنظیمات اکانت، این بخش سیستم چه میدونم، این مال دیوایس ها دسته و ایناست، دیسک و اینا، پرفرنسز. اینجا میتونی کپچر اند شیر و تنظیماتش رو دستکاری بکنی که چه جوری فیلم ضبط بشه، که اینم فیلمش رو به جداگونه گذاشتم، آپلود کردم فکر کنم چند هفته پیش، طرز ضبط گیم پلی توی ایکس باکس، حتما برید ببینید توی ویدیوهایی که آپلود کردم. خب اینجا وقتی من دکمه هوم دسته رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ اینجا من هوم رو بازم بزنم مثل پلی استیشن میاد تو هوم. خب اینجا مای گیمز اند اپس الان بهتون نشون دادم چی میاره، سی آل وقتی بزنید لیست بازیاتون رو باز میکنه. اینجا پارتی من رو نشون میده، من قبلا یه پارتی درست کردم، میتونم از این پارتی لیو بدم. خب فعلا لیو میدم. این ستینگ، اینم برنامه هاییه که قبلا باز کردی، یعنی ریسنت، یعنی اخیراً. این نوتیفیکیشنه، این گیم پسه، این استوره، این سرچ کلن، اینم صداست. وقتی هدفون رو وصل کنی اینجا میتونی صداها رو تنظیم کنی، هدست والیوم صدای هدسته که چقدر بیاد تو هدست و اینا قشنگ معلومه دیگه. میک مونیتورینگ هم همون اجاست میکروفون مثل پلیستیشن، حساسیت میکروفون رو تنظیم میکنه. اینجا لیست دوستاته که اینا آنلاینن، این مثلا فقط آنلاینه، اینا بقیهشون آفلاینن. نگاه کنید بقیهشون فعلا آفلاینن. لیست دوستاتو خیلی به نظرم مرتب می نویسه اینجا، توی پلیستیشن یه کمی نامرتب تر می نویسه، ولی به نظرم لیست دوستاتو اینجا به نظرم یه کمی بهتره، ولی خب بازم محیط کاربری پلیستیشن خیلی به نظرم قشنگ تره. مثلا می خوام با این یه دونه پارتی درست کنم، خیلی ساده، invite to party، تمام، invite to a party می زنی و invite‌اش می کنه به یه پارتی. حالا کجا پارتی خودتو ببینی؟ میری اینجا میبینی که بله خودت یه پارتی درست کردی، اینجا میتونی تنظیماتشو دستکاری بکنی. بازم میخوای افراد دیگر رو اینوایت کنی به پارتی یا به بازی، قشنگ میتونی اینا رو اینوایت کنی و حتی یه نفر به آیدی تو بهش به داده میتونی اینجا اد کنی. خیلی ساده. آپشنش هم که میگی میوت ایوریوان، همه رو میوت کن، میوت پارتی، میک د پارتی اینوایت، اینو میتونی از حالت باز بودن خارج کنی. وقتی اینو بزنی بازم باید ازت اجازه بگیرن تا وارد پارتی بشن. اینم سویچ تو گیم چت، میری تو گیم چت از پارتی در میای. آدیو ستینگ هم بهت گفتم قبلا. بعد بریم ببینیم چی مونده از آپشن. این نمیدونم دقیقاً چیه، دقیقاً نمیدونم این چیه، ولی خب این گفتار رو به نوشتار تبدیل میکنه. مثلا کسی که یا نوشتار رو به گفتار تبدیل میکنه، مثلا برای افرادی که لال هستن نمیتونن حرف بزنن، اونجا تکست رو مینویسن و تو پارتی به صورت ربات مثلا How are you doing رو مینویسن و ربات اونجا میگه How are you doing، مثلا به صورت ربات گونه اون رو توی پارتی میگه. یعنی میتونی توی پارتی اینجوری حرف بزنی. و show text، اینم که همون مسیجایی که توی افراد، مثلا افراد پارتی با هم چت میکنن، هم میتونن چت کنن هم حرف بزنن. اینجا میتونن مثلا چیزا رو مثلا تکست کنن، چیزی که میخوان رو، و حتی توی خلاصه پارتی دیگه میتونی هر کاری توی این پارتی بکنی. حالا من لیو میدم و این استورشه، استور مایکروسافت اینجوریه، من اینو آپدیت نکردم فعلا. استور مایکروسافت اینجوریه، میای تو بخش گیمز، انواع بخش داره، مثلا most played، بازیایی که بیشتر افراد بازی میکنن، مثلا اینا تخفیف هاست، میتونی تخفیف ها رو ببینی اینجا، که من اینجا متاسفانه به اینترنت آسیاتک وصلم و 3-4 تا دستگاه دیگه من بهش وصله، خیلی سرعت کمه متاسفانه، به شاتل وصل نیستم فعلا. خب اینم که گیم پس، همه میدونن. خلاصه خیلی خیلی ساده است، یه محیط کاربری خیلی ساده و پیش پا افتاده، و ولی خب در این حال بعضی از تنظیماتش سخته. مثلا خیلی ها نمیتونن پیدا کنن که چجوری تم صفحه رو عوض کنن. خب برای تم صفحه میای تو پرسونالیزیشن، فرزن مثلا بکگراند رو میزنی، قشنگ میتونی اینجا رنگا رو تغییر بدی، اینا رو تغییر بدی، قشنگ میتونی این کار رو بکنی. مثلا نگاه کنید
مثلا من اینو تغییر دادم، این مال نسل نوه ها، خیلی ها پرسیدن که این چرا واسه من نیست، این مال نسل نوه. خیلی ساده است خلاصه، مال پلیستشن به نظرم خیلی زیباتر و قشنگتر و همه چی زیر دستته، ولی اینجا مثلا بعضی وقتا این تنظیمات گم میشه، باید حتما بری تو اینجا تنظیمات رو بزنی. مال ایکس باکس اینجوریه دیگه، به هر حال خیلی شبیه ویندوز مایکروسافت دیگه، مایکروسافت همیشه خواسته که چیزاش ساده و در عین حال تنظیماتش خیلی بیشتر باشه. مثلا خیلی چیزا تو ایکس باکس هست که تو پلی استیشن نیست و برعکس، بعضی چیزا البته تو پلی استیشن هست که توی ایکس باکس نیست، ولی اینجا خیلی تنظیماتش یه کمی گسترده تره تو ایکس باکس و میتونی بیشتر شخصی سازی بکنی کنسولت رو، که توی پلی استیشن متاسفانه اینجوری نیست. ولی خب اگه در حالت کلی بگیم کدوم رابطه کاربریش بهتره، من میگم که پلی استیشن بهتره، هم شادی آورتره، هم مثلا ساکت و تاریک نیست، یه حالت مرده و افسرده نداره، که ایکس باکس کمی افسرده است محیط کاربریش. نگاه کنید نه موزیک پخش میشه نه هیچی، ولی رابطه کاربری پلی استیشن یه موزیک خیلی آرام بخش پخش میکنه و آرام بخش پخش میکنه، و وقتی مثلا بری روی یه بازی صدای مخصوص به اون بازی رو و موزیک متن اون بازی رو برات اجرا میکنه که خیلی جالبه به نظرم. مال بتلفیلد رو مثلا بری روش وایسی، موزیک بتلفیلد رو پخش میکنه، که اینجا اصلا خبری از این چیزا نیست. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک کنید، منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که ببینم نظرتون چیه در این موارد، کدوم رو ترجیح میدید، بدون تعصب برام بگید توی کامنت ها. خوشحال شدم تا اینجا من رو همراهی کردید، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.